با سلام های گرم خدمت شما آقای اپریان، شما یکی از افسران اداره آگاهی تهران که در رابطه با پرونده خانم شهلا جاهد تحقیق می کردید و در مراحل اولیه رسیدگی به پرونده قتل لاله سحرخیزان به دلایلی دست یافته بودید که نشان از بیگناهی خانم شهلا جاهد داشت، اما از همون مراحل اولیه پرونده از شما گرفته شد. آقای اپریان لطف کنید دلایل شما داله بر بیگناهی خانم شهلا جاهد رو بفرمایید. من هم سلام میکنم متعاربن خطر شما و همکنان محترم است. من اولا خستایی میکنم از این که سلام گرفته بارم یه دکتر باید اولا اشاره کنم. زمانی که من به عنوان یکی از افسران رسیده کننده به پرونده در تیم ویژه جهت رسیدگی به این پرونده بود داشتم، اون زمان در جام سرگرد بود و آخرین وزار سرهنگ بود که به خاطر بعضی از مسئله بخصوص اتفاقات از طبق من بخواهم من پیش من مرضی به ترکیب داشت. اما پرونده شهلا همونجوری که قبلا هم اعلام کردم، این پرونده به طور کلی دارای ابهامات خیلی وسیعه و این ابهامات هم از همون ابتدای امر در این پرونده وجود داشت. زمانی که از به من ابلاغ شد که به عنوان افسر یکی از افسران تیم ویژه حضور پیدا کنم در رسیدگی به پرونده شهلا جاهد، زمانی بود که قاضی اولیه پرونده که به عنوان قاضی کشی که صحنه جرم محسوب میشد در محل حاضر شده بود، معاینات انجام شده بود، معاینه محل و کارهای مرتبط با انتقال جسد و سایر اقدامات اولیه صورت گرفت. زمانی که من حضور پیدا کردم متوجه شدم که مسئولین اداره آگاهی از یک سری افراد خارج از سازمان اداره آگاهی که مشخصا پرسنل حراست سازمان ها بودن در این پرونده دارن استفاده میکنن، در صورتی که اکیپی که در این صحنه حضور داشت یک افسرانی بودن که داره تجربه کافی و تخصص کافی در این مورد. در حال ما بعد از اینکه مراجعه کردیم به صحنه جرم برای بازدید مجدد، متوجه شدیم که محل که میبایستی به دستور قاضی محل وقوع قصد به دستور قاضی باید پلم میشد پلم نشده و متاسفانه و آثار و صحنه جرم به طور کلی از بین رفته، از جمله شستشوی فرشی که خون مقتول یا آثار درگیری در اون بوده به طور کلی شسته شده بوده، در و پیکر شسته شده بود و دو تکه سیگاری که در محل بود متاسفانه توسط اداره تشخیص هویت و بلا و عدم توجه قاضی به این دو تکه سیگار جهت انتقال برای آزمایش لازمه از محل برده نشده و همچنین حوله‌ای که به نظر می‌رسید قاتل یا قاتلین جهت پاک کردن از اون استفاده کردن در محل بود. به طور کلی صحنه به هم خورده بود و این یکی از دلایلی بود که ما پیگیر شدیم علت انگیزه این مسئله چی بود که متوجه شدیم بعد دستور پلوم محل داده نشده و خیلی از افراد در اونجا تردد داشتن و کلید در دست چند نفر بود. این یکی از اقدامات خیلی فصلی بود که برای من پیش اومد. از اون بالاتر حضور عوامل حراست سازمان آب، من در اون زمان حدودا 19-20 سال خدمت داشتم، برای اولین بار بود که برای بسیار اصلا کنم تعجب آور بود که چرا از عوامل حراست سازمان آب در این پرونده استفاده شده، در صورتی که اصلا نیازی به این کار نبود و ما اصلا سابقه در این رابطه نداشتیم. چرا؟ امکان داشت در بعضی از پرونده ها از
فرض بفرمایید مجموعه وزارت اطلاعات، اونم به عنوان مشاوره ولی عدم دخالت در مجموعه پرونده استفاده بشه، ولی اینی که از عوامل حراست حضور داشته باشن و در امر دستگیری تحقیقات و مرتب حضور داشته باشن تا حالا ما ندیده بودیم و اصلا سوال برانگیز. مشکلات و ابهامات قضایی هم که در پرونده به طور کامل مشخصه، هم متهم در این باره صحبت کرده هم وکلای محترمش، و ابهامات هم به قدری قابل استناده که همونجوری که در جریان رسید در چندین مورد جلوی اجرای حکم گرفته شد. در اعترافاتی هم که شهلا به هر حال اعلام میکنن که شهلا اعتراف کرده بود و حاضی پرونده هم استناد دوم میکنه مرتب در زمان برگزاری دادگاه، مسئله که برای ما برای من و خیلی ها میتونه جای ابهام داشته باشه اینه که چطور در اعترافات و آلت قتالهی که به وسیله اون مقتول و قتل رسیده رو هنوز کشف نکردن، که کشف آلت قتاله در بررسی های پزشکی قانونی و تشخیص هویت به منظور تایید اعترافات متهم نقش خیلی مهم میداره، اما این مسئله هنوز به وقوع نپیوسته، یعنی حالت قتلی کش نشده. و مسئله دیگه اینه که اموال به سرقت رفته هستن هم نیز کش نشده. اگر منی که به عنوان قاتل اعتراف میکنم به جرمی به نام قتل و یقین دارم که انتهای رأی صادر چه خواهد بود، تحویل دادن حالت قتلی یا تحویل دادن اموال مسروقه دیگه در اعترافات ها چیز خیلی سنگینی نیست و خیلی هم مشکل نخواهد. و وظیفه سیستم قضایی و این روی رسیدگی کننده به پرونده جمع‌آوری این دلایل و مدارک. خب این مسئله من مطرح کردم و در خصوص اینکه باید در رابطه با سابقه محمد کامونی در قطر و اینکه چه رابطه بین ایشون و فعالیتشون در قطر و اونجوری که پدر مرحوم پدر مقتول اعلام میکرد که دایی ایشون در سیستم امنیتی قطر فعالیت داره و من این مسئله رو مطرح کردم در جلسات بلافاصله بعد از این پرونده که این مسئله بود که در رابطه با مقطع زمانی اون زمان به وقوع پیوست. حالا مسائلی از قبیل نحوه و تعداد ضربات و اینکه شهلا در زمان دستگیری هیچ نوع آثار ضربجری در بدنش نبود، تصوری که اون مرحومه از آز قدرت بدنی خیلی وزیده‌تر از شهلا بود، و خیلی از مسائل ریز و بزرگی در پرونده هستش که اینها کلا برای کامات این پرونده اضافه کرده، اما طوری که در ارجاع پرونده به دادگاه های متفاوت تعدادی از بزرگات هم اعتقاد به این مسئله داشتن که اتهامی متوجه شهلا نیست و برسوس همین مثلا بوده که وکلای محترم ایشون خیلی راحت تقاضا کردن که رفع اتهام از محترمشون بشه. علت اینی که این پرونده همطور که اشاره کردید الان 9 ساله که به در جریان هستش و طول کشیده، علتش رو شما همین ابهاماتی میدونید که حل نشده در پرونده هست؟ دقیقا همینطوره. ببینید اینو یقین داشته باشید، اگر ابهامی در این قضیه نبود و دلایل و مستند پرونده به حدی بود که نیازی به از من موضوع شما توقیف اجرای حکم اعدام یا بازدید و بررسی مجدد پرونده پیش نمی اومد. شما ببینید توجه بکنید الان فقط در میدان کاج تهران به وقوع پیوست، خیلی راحت در یک دادگاه خارج از دولت
آقایون بررسی میکنم و خارج از نوبت میخوام پرونده رو به تایید برسونم و حکم در من اعلام اعدام. هرچند انجام این جور محاکمات سریع بدون در نظر گرفتن علت و معلولای قضیه که چه مسئله پیش اومده که این موارد به وقوع پیفرده در سطح جامعه ما بدون در نظر گرفتن این کار انجام ببینید، من بارها گفتم من خودم شریک قرم خانواده سرخیزان میدونم، برها زایعی برایشون به وقوع پیوسته و اون زمان هم من نهایت تلاش رو میکردم و خودشون هم شاهد بودن که سریعتر این قضیه روشن بشه. اما توجه خانواده سرخیزان الان به این مسئله است، یعنی گوش اینها به دهان قوه قضاییه. این خانواده داغدار هستن، میپذیرن هر صحبتی را که قوه قضاییه بکنه. اما اگر منطقی فکر بکنم متوجه این خواهند شد که ابهامات موجود در پرونده هستش که اجازه نداده 9 سال برای این خانم حکم اجرا بشه. پس این ابهامات از نقطه نظر قضایی ابهاماتی هستش که باید حل بشه و فکر کنم و اعتقاد دارم تا کنونم حل نشده. شما پیشنهاد یک بررسی مجدد رو نیز دارید؟ بله. نه من، خیلی از آقایون، خیلی از کمپین ها، خیلی از کسانی که در رابطه با مسائل حقوق بشر و این گونه موارد هستن باید این اعتقاد داشته باشن که یک هیئت مستقل با تخصص و تجربه کامل بدون در نظر گرفتن حواشی جریانات و یا تحت تاثیر قرار گرفتن جو موجود در ایران به پرونده رسیدگی بکنن. ببینید در یک جایی از اعترافات شهلا میگه از من خواستن که به محل قتل برم. خب چه کسی خواسته؟ اینها مسائلی هستش که باید یک هیئت مستقل این مسئله رو بررسی بکنه و تمام زوایای بسته و ماز نشده قضیه رو مورد بررسی قرار بده. آه سپاس فراوان از شما که وقت رو به ما دادید و مسائل رو مطرح کردید برای بینندگان برنامه ما. سپاس فراوان. منم متشکرم. خدا حافظ.